مهرداد آسمانی گوگوش تحریکم کرد. صحبت‌های جدید و جنجالی مهرداد آسمانی همه رو شوکه کرد. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریشو لطفاً فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. مهرداد آسمانی در جدیدترین لایو اینستاگرامی خودش شب گذشته حرفای تکان دهنده و جنجالی در مورد رابطه‌اش با خانم گوگوش گفت. مهرداد آسمانی گفت: با تمام احترامی که به گوگوش و همه طرفدارش دارم، اما باید یک سری از نکات رو مطرح کنم تا مردم در جریان کامل وقایع و رابطه من با گوگوش باشند، چرا که گفتن حقیقت همیشه تلخه، اما حقیقت خودش همه چیز رو آشکار میکنه و مردم به درستی میتونند راجع به آن چیزی که اتفاق افتاده به درستی تصمیم بگیرند و این حق مردمه که مردم بدونند و در جریان مسائل مختلفی باشند در مورد هنرمند مورد علاقه شد. من با تمام احترامی که به گوگوش قائل هستم، ولی متاسفانه در مصاحبه اخیرشون ایشون دست اشارهشون رو روی من گرفتن و خب حرفای راجع به من زدن که صحت نداشت. من مدت‌ها پیش زمانی که با خانم گوگوش همکاری می‌کردم، تمام سعی و تلاشم این بود در مورد خانم گوگوش و آقای داریوش یک همکاری خیلی خوب و بی‌نظیری در امریکا شکل بگیره که خب این همکاری بتونه بسیار سازنده باشه حتی برای سایر هنرمندان مقیم امریکا. من تصمیم داشتم از درآمد مشترک کنسرت‌های گوگوش و داریوش یک خانه هنرمندان به واسطه گوگوش و داریوش تأسیس کنیم. ایده من این بود که برای این دو اسطوره، یعنی گوگوش و داریوش، قراردادی تنظیم بکنیم که اینها در طول سالیان متمادی و در زمانهای مختلف کنسرت‌های مختلفی رو با همدیگه اجرا بکنن و خب درآمد حاصل از این کنسرت‌ها علاوه بر این که حقوق تمام پرسنل و نوازنده ها داده شد و خودشون هم دستمزدشون رو دریافت کردن، درآمد حاصل از آن چیزی که از این کنسرت ها باقی موند برای تأسیس خانه هنرمندان صرف بشه. که خب وقتی که من این پروژه و این ایده رو با آقای داریوش در میون گذاشتم، آقای داریوش که از اونجایی که همیشه در کارهای خیر پیش قدم هستن بسیار استقبال کردن و موافقت کردن و وقتی که ایده ساخت خانه هنرمندان از درآمد کنسرت های گوگوش و داریوش رو به گوگوش مطرح کردم، خانم گوگوش خیلی عصبانی شدن و گفتن نه امکان نداره و قبول نکردند. و خب خیلی برام جای تعجب داشت که یک اسطوره، یک خواننده‌ای که همه دوستش دارن، پیش قدم نمیشه در کار خیری که برای سایر هنرمندان و برای موسیقی کشورمونه. و خب از اونجایی که شاید خیلی از هنرمندا در جریانش باشن، ساخت خانه هنرمندان برای همه هنرمندان در جاهای مختلف دنیا یک آرزوه و خب یک نماد موسیقی کشورشونه. ولی خب از گوگوش بعید بود که به عنوان یک اسطوره به خاطر پول در واقع پیشنهاد ساخت خانه هنرمندان رو قبول نکنه و خب متاسفانه خانم گوگوش پیشنهاد ساخت خانه هنرمندان رو قبول نکردن و نپذیرفتن. وقتی خانم گوگوش پیشنهادم رو قبول نکردن، دیگه کنسرت های مشترک گوگوش و داریوش هم دیگه اجرایی نشد. و وقتی که من دیدم که خانم گوگوش تمایلی به این پروژه ندارن و از خانه هنرمندان به عنوان یک اسطوره حمایت نمی کنند، تأسف خوردم و خب به این فکر افتادم که دیگه همکاری من با خانم گوگوش نمیتونه مثمر ثمر واقع بشه، چون آدم از یک جایی به بعد میفهمه که کجا مفیده کجا مفید نیست. و خب همون تایمم خیلی از طرفدارای خانم گوگوش به من نقد کردن و گفتن چرا خانم گوگوش که یک اسطوره است با مهرداد داره همکاری میکنه. دیگه متوجه شده بودم که دیگه همکاری ما نمیتونه خوب پیش بره و خب خودم از خانم گوگوش جدا شدم و دیگه همکاری نکردم.
و این همکاری نکردن من و گوگوش دلیلش نه خیانت‌های مالی من به گوگوش بود، نه بی‌احترامی، نه هیچ چیز دیگه. اینا یه سری شایعاتی بود که بسیاری از طرفداران خانم گوگوش و مردم در مورد من و خانم گوگوش درست کرده بودن و گفته بودن مهرداد به خاطر پول و نمیدونم مال و بی‌ادبی و بی‌احترامی به گوگوش ازش جدا شده و خانم گوگوش دیگه حاضر نیست باش همکاری بکنه، در صورتی که اینا همش شایعه است و متاسفانه عاملش خانم گوگوشه. خانم گوگوش بعد از قطع همکاری من با خودش، خانم گوگوش با همراه یکی از اعضای تیمش که تأثیر خیلی منفی روی خانم گوگوش گذاشته و با آبروی خانم گوگوش در این سالها بازی کرده، با همراهی اون آقا میره پیش کنسرت گذارا و میگه که اگر شما با مهرداد قرارداد ببندید و براش کنسرت بذارید، من دیگه با شما همکاری نمی کنم و همکاریمو قطع می کنم. و به بسیاری از در واقع هنرمندا میگه که اگر آهنگای مشترک من با مهرداد رو پخش کنید و من باز هم با شما همکاری نمی کنم. و خب اینطوری میشه که خب اونا هم از ترس گوگوش دیگه هیچ کدومشون با من همکاری نکردن. بماند که خانم گوگوش تو این مدت با این کارش بلایی که سر من نیاورد، ولی من سکوت کردم، به ایشون بی احترامی نکردم، ایشون رو به عنوان یک آرتیست بزرگ همیشه ازشون تعریف و تمجید کردم. ولی خب ایشون چیکار کردن؟ خانم گوگوش منو تحریک کردند. دفعه قبلی هم که اومدم در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای راجب خانم گوگوش و خودم و رابطه‌مون صحبت کردم، به خاطر تحریکاتی بود که خانم گوگوش کردن منو. و این بار هم باز هم خانم گوگوش منو تحریک کردن که بیا این حرفا رو بزنم. اگه تحریک‌های خانم گوگوش نبود، عمرن اگر من می اومدم در مورد خانم گوگوش و رابطه‌مون صحبت می‌کردم. من هیچ خیانتی به گوگوش نکردم، نه مالش رو خوردم، نه با آبروش بازی کردم، نه بهش دست رازی کردم، نه بهش بی احترامی کردم. هیچ چیز و هیچ چیزی جز ادب و احترام و حمایت از گوگوش نکردم. ولی متاسفانه فردی در زندگی شخصی و زندگی هنری گوگوش هستش که واقعا خانم گوگوش رو نشونه گرفته و داره با آبروی خانم گوگوش بازی میکنه. بله، خانم گوگوش در دوران پیریش عاشق شده و همین عاشق بودنش باعث رسواییش شده. خانم گوگوش به خاطر عشقش به یک فرد داره همه رو نابود میکنه تا یک در واقع خرابه ای رو آباد بکنه، خرابه ای که نه سواد داره و نه فهم و شعور هنری. و متاسفانه خانم گوگوش در دام عشق این فرد قرار گرفته. بله، اینم صحبت‌های آقای مهرداد آسمانی در مورد خانم گوگوش بود که خب آقای مهرداد آسمانی هم اشاره‌ای به عشق گوگوش در دوران پیریش دارند که گفتند که این عشق گوگوش در واقع یک آدم بی دست و پا و بی هنر هستش که در واقع منظورشون رها اعتمادیه، که خانم گوگوش تمام منافع مالیشون رو برای رها میخوان و دوست ندارن که در واقع به جز رها اعتمادی و به غیر از کنترل و مدیریت رها کاری رو بکنن و تمام تصمیم‌های فردی، خصوصی، هنری خانم گوگوش رو رها اعتمادی برای گوگوش میگیره. جالبه بدونید که این رها اعتمادیه که گوگوش رو از جهت‌های مختلف روحی، روانی، فیزیکی تحریک کرده و بهش قصد و نظری داره، نه مهرداد آسمانی. مهرداد آسمانی صحبتاش از جهت تحریک آمیز بودن فقط واکنشی هستش که در مصاحبه گوگوش با هما احسان و در واقع هما سرشار بوده و هیچ نظر و قصد خاصی نداره. در مورد خانم گوگوش و مهرداد آسمانی مدت‌ها پیش شایع شده بود که مهرداد آسمانی با گوگوش رابطه داره و رابطه عاشقانه داره، که کلن این قضیه کذبه و خود آقای مهرداد آسمانی هم این قضیه رو تکذیب کردند. ولی که اون کسی که الان با خانم گوگوش رابطه داره، همه جهت فیزیکی، همه جهت روحی و روانی، کسی نیست جز رها اعتمادی که در واقع زیاد خانم گوگوش رو تحریک کردن ظاهرن. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها راجع به گوگوش و مهرداد آسمانی و رها اعتمادی و تحریک های خانم گوگوش توسط رها و مهرداد برامون بنویسید و لطفا
برامون لایک بذارید و کامنت بذارید و ویدیوهای قبلیمون رو ببینید و دوباره برای اون ویدیوهای قبلیمون هم لایک کنید و کامنت بذارید و حتما لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو و مجموعه کانال نیوز تیوی رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای استرالیا و کانادا و در واقع نروژ رو و سایر کشورهای اروپایی و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر بکنید و حتما با سرور نروژ وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید و برای دوستاتون شیر بکنید. ممنون که با ما همراه هستید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال نیوز تیوی باشید.